یک سری فناوری هایی در حوزه تأمین مواد اولیه وجود داره، مثل کشت های نوین. اینا چقدر در دستور کار معاونت علمی هست؟ کشت هیدروپونیک، ایروپونیک، اینها چقدر؟ به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، اون چیزی که معاونت به دنبالشه توجه به شرکت های دانش بنیان و شرکت های خلاق در حوزه بخش خصوصیه، چون حوزه دولتی این کار در اختیار وزارت کشاورزیه. ما خیلی ورودی در اونجا نداریم، اما حمایت و هدایت و سیاست گذاری که معاونت علمی میکنه برای شرکت های دانش بنیان در بخش خصوصیه. هر چقدر تعداد شرکت های دانش بنیان ما و هر چقدر نوآوری های این شرکت ها در موضوعات کشاورزی بیشتر میشه، ما ثمرش رو در بخش کشاورزی بیشتر می‌بینیم. همین نکاتی که شما در خصوص کشت هیدروپونیک و سایر موضوعاتی که الان به وفور در کشور ما هست زیاد میشه، بهره‌مندی این در اشل‌ها و اسکیل‌های بالاتر، در اشلی که بتونه تأمین کننده مواد اصلی ما باشه، خب کشور ما به این سمت بیشتر ترغیب میشه. همینطوری که باز رهبری فرمودن، ما باید بتونیم شرکت‌های بزرگ رو توی حوزه کشاورزی، توی حوزه محصولات کشاورزی بیاریم به سمت بهره‌مندی و استفاده کردن از دانش فنی که شرکت‌های دانش‌بنیان بهش رسیدن، و این کار شروع شده. ابتدای مسیر هستیم اما شروع شده. حمایت خوبی هم از طرف دولت توی این زمینه صورت گرفته. یکی از حمایت‌هایی که ما میتونیم این رو سرعت بدیم، مشوق‌هایی که دولت توی این زمینه می‌ذاره. یعنی ما باید از اون قوانین، ضوابط، شرایطی که تا حالا برای واردات محصولات بوده کم کنیم، بپردازیم به شرایطی که تسهیل کنه آمدن شرکت‌های دانش‌بنیان رو به این سمت، آمدن شرکت‌های بزرگ تولیدی کشت و صنعت رو به این سمت، و آمدن سرمایه‌گذارانی که الان سرمایه‌های پراکنده و اصطلاحاً فرا ملی در اختیارشون هست، بتونن بیارن تو این حوزه بذارن. این مستلزم اینه که ما یک سری شاخص‌ها رو در کشور تغییر بدیم. چون دولت فعال مایشان توی این زمینه است، باید مشوق‌هاشو، سیاست‌گذاری‌هاشو، حمایت‌هاشو بیاره به این سمت. یعنی هر کس که بتونه از نوآوری و فناوری در تولید کشت، در تولید محصولات لبنی، در تولید محصولات و فرآورده‌های گوشتی بیشتر حضور پیدا کنه، از مشوق‌های دولت بتونه بیشتر استفاده کنه، از اون طرف بتونه زمینه رو ورود یعنی آماده کنه که افراد تو این حوزه بیان. ببین، من یه نکته رو عرض کنم. این داستانه، نمیدونم، سیب زمینی، پیاز در یه دوره‌های دیگه، فرآورده‌های باقی مثل گوجه فرنگی، نباید این مشکل رو ما داشته باشیم. دلیلش اینه که تولید کننده، حمایت کننده، قانونگذار، صادر کننده، وارد کننده در یک زنجیره منطقی قرار ندارن. من اگه به عنوان تولید کننده هستم و شما به عنوان صادر کننده هستید، هم من باید تضمین شده پر ریسک در یک دنیای پر ریسک بتونم به طرف این برم، هم شما به عنوان صادر کننده، ما با هم مشترک میشیم. مثلا مثال میگم، تو حوزه سیب زمینی من تولید میکنم، شما صادر میکنید، اولین خللی که در بازار ایجاد میشه یا اولین شوکی که به هر دلیل تو بازار ایجاد میشه، مجموعه های دولت میان جلوی شما رو میبندن و میگن شما دیگه نباید صادر کنید، بدون توجه به اینکه آقا صادر کننده کلی زحمت کشیده، چقدر وقت گذاشته، رفته در اون کشور مبدا بازار رو از آن خود کرده. به محضی که من اینجا جلوشو میگیرم، خب اون اونجا بازار رو از دست میده، دیگه هیچ خریداری در دنیا سراغ این صادر کننده ما نمیاد. مشکلات صادر کننده رو سر من تولید کننده پیاده میشه. اما ما باید بدونیم که تحت هر شرایطی اگر من تولید کردم و شما صادر کردید، باید شما حمایت بشید. حتی اگه کشور ما دچار مشکله، من برم با یک سری واردات بیش از توان این رو تأمین کنم، اما اجازه ندم که صادر کننده من بازار خودش رو از دست بده. چرا؟ برای اینکه این چرخه تضمین شده باقی بمونه.